پژمان گلچین، پژوهشگر فلسفه و تحلیلگر سیاسی از آلمان با ما همراه هستند. آقای گلچین، وقت شما بخیر. بعد از اینکه 4 ماه از این خیزش سراسری میگذره، شاهد این هستیم که ماموران امنیتی دیشب به مراسم مقابل کلیسای وانک اصفهان حمله کردند و با اسلحه و شوکر با مردم برخورد کردند. آیا بعد از این باید منتظر این باشیم که هر تجمعی در ایران با حمله ماموران امنیتی همراه بشه؟ درود بر شما، سال نو میلادی مبارک باشه بر همه مردم مبارز ایران و این سال آغاز نیم اتحاد جدید در نیروهای اپوزیسیون و این باید به فال نیک گرفتیم. مثلا تجمع در نظام جمهوری اسلامی همواره جرمه، فقط تجمعات نوبده یا تجمعاتی که اسمشون میتونیم بذاریم تجمعات اتوبوسی سازماندهی شده توسط نظام جمهوری اسلامی فقط قانونیه و هر تجمع واقعی مردم جرمه. که در این مدت، در این 4 ماه ما میبینیم که هر نوع تجمعی شدید سرکوب میشه و مسلحانه هم سرکوب میشه. خب از جمله تجمعاتی که در جوانرود شد، در ایزه شد، در سپیروم شد که تجمع در شهری کوچکی در تهران شده که هر نوستش یک شهر برابر ایزه یا سپیروم یا جوانرود. هر تجمعی جرمه در این نظام و از جمله در اصفهان که دیگه خودتون ملاحظه کردید اونجا جرم دوچندانه، به خاطر اینکه بحث اعتقادی هم هست. علاوه بر اعتراضات اخیر، بحثی هست که سالها همواره در اصفهان در خیابان جلفا تجمعات زیادی میشه و جوان‌ها اونجا زیاد جمع میشن در اروپا و به خصوص در سال نو هر سال همین بحران در اصفهان هست، امسال بسیار بیشتر. بله، بسیار خوب. خب برگردیم به تجمعاتی که دیروز در بازار تهران شامل شاهدش بودیم. مردم همراه شدند با بازاریان، فراخوان‌های اعتصابی که منتشر شده بود برای همبستگی این دو. به نظر شما این همبستگی مردم و بازاریان چه اهمیتی داره، میتونه داشته باشه در این مرحله از این خیزش؟ یک جمله هست میگه حکومت ها وقتی فرو میپاشند که در ذهن مردمانشون فرو پاشیده باشند و حکومت جمهوری اسلامی در ذهن مردمش فرو پاشیده. این دوگانه بازار مردم در نظام جمهوری اسلامی شاید دوگانه درستی نباشه، چون بازاریان هم بسیار آسیب دیدن. اقتصاد بازار ایران اقتصاد یک بازار سالم نیست که ما از بازاریان انتظار داشته باشیم همواره کنار مردم به شباهت 57 باشند. اما با همه این تفاصیل بازار امروز ایران، بازاری که بسیار زخمیه، بسیار خسته است و رانت نداره و بازار رانتی نیست، این بازار همواره کنار مردم بوده و این دیر آمدنش کنار مردم هم به این دلیل که خود بازاریان هم دچار بحران‌های بسیار شدید اقتصادی هستند. خیلی از مغازه‌ها، خیلی از به اصطلاح تجارت‌ها الان دچار بحران و تعطیلیه، یعنی حتی اگه نخوان هم تعطیلن و به همین دلیل این فرایند بودن بازار کنار مردم از سابقه بر این هم بوده، هست و خواهد بود و این اتحاد در ادامه فروپاشی حکومت در ذهن مردم تشدید پیدا می‌کنه و این اتحاد بزرگی خواهد شد. آقای گلچین، تو این 4 ماهی که گذشته الان شاهد این هستیم که مردم شبها از پنجره‌ها شعار میدن یا روی دیوارها شعار نویسی میکنن یا مراسم 40 که میشه جمع میشن، دادخواهی میکنن، فریاد میزنن. این تنوع در روش‌های مبارزه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ تنوع در روش‌های مبارزه در قرون انقلاب‌ها هر چقدر که جلو میاد سازماندهی تر میشه و نیروهای سازماندهی کننده این نیروها شکل این مبارزه رو قوی‌تر می‌کنن برای اینکه ساختار و بدنه حاکمیت رو از پای بیاندازن. الان ما در تهران می‌بینیم در 3 نقطه بسیار مهم تهران، تهران پارس در شرق تهران، اکباتان در غرب و ستارخان در مرکز، نسبتاً همواره تجمعاتی حضور داره. فقط شعار خیابانی نیست، فقط شعار در داخل منزلشون نیست، در خیابان هم تجمعات گسترده‌ای داشتن. این شکل دهی به این سازماندهی هر روز داره خلاقانه تر جلو میره و حتی از پاس شعار نویسی‌ها هم پیشتر خواهد رفت و مسیر جدیدی رو در مبارزه آغاز میکنه، به خصوص که این فضای اتحاد جدید و این همسویی که نیروهای سیاسی و فرهنگی و ورزشی با آغاز سال نو آغاز کردن میتونه این تنوع مبارزه رو در خیابان‌های ایران و در شهرهای ایران توسعه بده و گسترده‌تر کنه.